سلام، به کانال جنایی‌گرام خوش اومدید. قاتلای استاد دانشگاه دوبار میخواستن به ترکیه فرار کنن، اما هر بار یه اتفاقی مانعشون میشد. یه بار زلزله شدید ترکیه و یه بارم کلاهبرداری 600 میلیونی قاچاقچی. با ما همراه باشین تا با هم این پرونده جنایی رو بررسی کنیم. اگه به این موضوع علاقه دارین حتما با ما همراه باشین، چون ما هر روز یه پرونده جنایی جدید رو بررسی میکنیم. این پرونده جنایی 27 آذر سال پیش به جریان افتاد. اون روز یه مرد میانسال به اداره پلیس رفت و اعلام کرد پسرش به طرز مشکوکی ناپدید شده. این مرد میگفت پسرم استاد دانشگاهه. سامیار چند سال پیش با یه دختری به اسم منا عقد کرد، ولی چون ما مخالف این وصلت بودیم هنوز مراسم ازدواج نگرفتن. آخرین بار سامیار در حالی که به شدت عصبانی بود از خونه ما رفت. بعد اون جواب هیچ تماسی رو نداد. حتی به گوشی منا هم زنگ زدیم، اما گوشی اونم خاموش بود. همین موضوع نگرانی ما رو بیشتر کرد و باعث شد موضوع از طریق پلیس پیگیری کنیم. با گفته های پدر سامیار، تیمی از کارگاه‌های اداره آگاهی به دستور بازپرس تحقیقات خودشون رو برای پیدا کردن سامیار شروع کردن. اما بعد یه ماه هیچ ردی ازش به دست نیومد. تا اینکه اواخر دی ماه دختر جوانی راهی اداره آگاهی شد و اسرار ناپدید شدن سامیار رو فاش کرد. سارا در حالی که وحشت زده بود و دست و پاش می‌لرزید گفت من شاهد قتل استاد دانشگاه بودم. حالا اومدم این رازو فاش کنم تا شاید به آرامش برسم. سارا ادامه داد پاتاق من توی یکی از کافه‌های تهرانه. توی اونجا با زنی به اسم منا آشنا شدم. خیلی زود با هم صمیمی شدیم. اونطور که منا میگفت شوهرش وضع مالی خوبی داشت. هرچی با منا بیشتر آشنا میشدم بیشتر پی به اسرار زندگیش میبردم. توی رفت آمدان به خونه منا متوجه شدم با شوهرش اختلاف دارن و مدام با هم دعوا دارن. یه روز منا برام تعریف کرد که میخواد از شوهرش جدا شه، اما شوهرش راضی به این کار نمیشه. منا به تازگی با مهران یکی از پسرایی که به کافه رفت آمد داشت صمیمی شده بود. منا سفره دلشو برای مهرانم باز کرده بود و مشکلاشو به اونم گفته بود. همینم باعث شده بود رابطه اونا با هم صمیمی‌تر شه. سارا میگفت من یه ویلا توی دماوند دارم. یه شب منا اومده بود اونجا پیشم. چند ساعت بعد مهران در حالی که به شدت وحشت زده بود اومد اونجا. مهران میگفت سامیار رو کشته و جسدش توی ماشینه. من حسابی ترسیده بودم. اون شب همه با هم سوار ماشین شدیم و رفتیم یکی از همون روستاهای دور و بر. مهران و منا جسد سامیار رو آتیش زدن و بعدش من رسوندن خونه. اونطور که من از حرفای اون شبشون فهمیدم داشتن تصمیم میگرفتن از کشور فرار کنن. از اون شب که رفتن من موندم و عذاب وجدانی که یه لحظه هم ولم نمیکنه. بعد اون دیگه از مهران و منا خبری نداشتم. تا اینکه تصمیم گرفتم بیام و این راز هولاک رو فاش کنم تا شاید از کابوسایی که میبینم خلاص شم. مامورای آگاهی با شنیدن حرفای سارا از پلیس دماوند استعلام کردن تا ببینن جسد سوخته اونجا پیدا شده یا نه. پلیس دماوند توی جواب استعلام تایید کرد که یه جسد سوخته توسط یه چوپان حوالی دماوند پیدا شده، ولی به خاطری که هویتش مشخص نبوده به پزشکی قانونی منتقل شده. به این ترتیب پلیس تحقیقات گسترده‌ای رو برای دستگیری منا و مهران شروع کرد. تا اینکه اواسط فروردین امسال مشخص شد مخفیگاهشون یه خونه کوچیک حوالی شهرستان اسلام شهره. به صورت تیمای ویژه اداره آگاهی به اونجا رفتن و توی عملیات ضربتی هر دوشون رو بعد 4 ماه دستگیر کردن. منا و مهران به اداره آگاهی منتقل شدن و پشت میز بازجویی قرار گرفتن. مهران میگفت من اصلا قصد کشتن سامیار رو نداشتم. روز حادثه باهاش قرار داشتم تا با هم صحبت کنیم. اونجوری که منا بهم میگفت خانواده سامیار با این ازدواج مخالف بودن و بعد گذشت چند سال هنوز راضی به این وصلت نشده بودن. برای همین منا میخواست طلاق بگیره، اما سامیار راضی نمیشد. از طرف دیگه سامیار متوجه رابطه من و منا شده بود. اون روز با هم قرار داشتیم تا با هم در موردش صحبت کنیم. سوار ماشینش شدم و رفتیم سمت آجودانیه. اونجا بحثمون شدید شد و من چند تا ضربه چاقو به سامیار زدم.
بعدش هم با مونا جسد سامیا رو آتیش زدیم و تصمیم گرفتیم از ایران فرار کنیم. ولی قبل اینکه بتونیم این کارو بکنیم، توسط پلیس دستگیر شدیم. مونای 30 ساله که لیسانس هنرم داره میگفت اصلا از قبل نقشه‌ای برای کشتن شوهرش نداشته و همه چی به صورت اتفاقی پیش اومده. مونا میگفت من و سامیا 6 سال بود که عقد بودیم، ولی خانواده‌اش راضی نبودن و همش چوب لای چرخ ما میذاشتن. سامیا هم بیشتر طرف خانواده‌اشو میگرفت. مدام سر همین مسائل با هم دعوا داشتیم، تا جایی که شنیدم خانواده‌اش به سامیا گفتن من در حد و اندازه پسرشون نیستم، چون پسرشون دکترا داره و استاد دانشگاه، ولی من فقط لیسانس دارم. من با شنیدن این موضوع دیگه تصمیم به جدایی گرفتم. پاتوها من یکی از کافه‌های اطراف نیاوران بود. به خاطر رفت آمدم به اونجا با سارا آشنا شدم. من و سارا می رفتیم کافه و مافیا بازی می کردیم. مهرانم توی اون کافه کار می کرد و یواش یواش قاطی جمع ما شد. کم کم رابطم با مهران صمیمی شد، تا اینکه یه روز داستان زندگیمو براش تعریف کردم و گفتم می خوام از همسرم جدا شم، ولی طلاقم نمیده. رابطه من و مهران هر روز صمیمی‌تر می‌شد، تا اینکه شوهرم متوجه ارتباط ما شد. همین موضوع هم باعث شد درگیری‌های ما بیشتر شه. بعد اونم شوهرم تصمیم گرفت تا با مهران صحبت کنه. برای همین با هم قرار گذاشتن. همون روزم من به خاطر دعوام با سامیار رفته بودم ویلای دماوند و با سارا اونجا بودیم. منتظر بودم ببینم جریان صحبتشون به کجا میرسه. اما بعد چند ساعت مهران بهم زنگ زد و گفت باید ببینتم. بهش آدرس دادم و اومدم و هم پیشمون. وقتی در رو باز کردیم، مهران رو دیدم که یه جایی از لباسش خونی شده. فهمیدم که یه اتفاق وحشتناک افتاده. خود مهرانم به شدت ترسیده بود و دستاش میلرزید. مهران میگفت گند بزرگی زده و توی درگیری با سامیار با ضربه های چاقو کشتتش. بعدش هم جسدشو گذاشته عقب ماشین و یه پتو کشیده روشم اومده بود اونجا. مونده بودیم چیکار کنیم. منتظر شدیم تا هوا تاریک شه. بعد با سارا و مهران رفتیم یکی از روستاهای خلوت دماوند. با مهران جسد از ماشین آوردیم بیرون و آتیشش زدیم تا شناسایی نشه. بعد این اتفاق تصمیم گرفتیم از ایران فرار کنیم و بریم ترکیه. طلاهای مادرم رو برداشتم. مهرانم یه مقدار پس انداز داشت. همه رو برداشتیم و رفتیم سمت مرز. اونجا یه قاچاقچی پیدا کردیم تا ما رو از مرز رد کنه. نفری 300 میلیون بهش پول دادیم. قرار بود همون شب ما رو از مرز رد کنه، ولی اون شب گفت مرز بسته است و فردا باید بریم. بعد اون دیگه غیب شد و هرچی دنبالش گشتیم پیداش نکردیم. دوباره افتادیم دنبال پیدا کردن یه قاچاقچی که مثل قبلی کلاهبردار نباشه. اما به محض اینکه یه نفر دیگر پیدا کردیم، توی ترکیه یه زلزله وحشتناک اومد. با شنیدن این خبر دیگه بیخیال رفتن شدیم. گفتیم با این وضعیت اونجا میریم و گرفتار میشیم. برای همین تصمیم گرفتیم ایران بمونیم. همینجوری شهر به شهر میچرخیدیم و با مدارک جعلی خونه اجاره میکردیم. تا اینکه با خودمون گفتیم دیگه آب از آسیاب افتاده. برای همین اومدیم اسلام شهر رو یه خونه کوچیک اجاره کردیم. میخواستیم یه شیرینی پزی خونگی اونجا را بندازیم، اما خیلی زود توسط پلیس دستگیر شدیم. با اعترافا مونا و مهران صحنه جنایت رو بازسازی کردن و راهی زندان شدن. قرار هر دوشون به زودی توی دادگاه جلوی قاضی قرار بگیرن و مجازات بشن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ما اینجا سعی میکنیم پرونده ها رو بدون هیچ کم و زیاد کردنی براتون روایت کنیم. یادتون نره که حتما ما رو سابسکرایب داشته باشین و زنگوله کنارش هم فعال کنید.